در آینده نه چندان دور امثال نداها و سهرابها که با خونشان و مملکت را آبیاری خواهند کرده اند ثمرش را خواهند چید. در گوشه و کنار این دنیای کوچک جوانهای بسیار زیبا با فرهنگ و با دانش دارن رشد میکنن، به مرحله باروری میرسن. شیرزنان ما در نهایت شجاعت، در نهایت صداقت، در نهایت شرافت صحبت از آزادی میکنن. اجازه بدید پای صحبت یکی از جوانان بشن. به نام خدای ایران. قبل از هر چیز لازم هستش که از جناب آقای مهندس فیروزی تشکر کنم و همچنین سایر کارکنان بنیاد فرهنگی مهرگان که لطف کردن و افتخار شرکت در این جلسه رو به من دادن. وقتی از من خواستم که شرح مختصری در مورد زندگی خودم و فعالیت‌های پژوهشیم بدم، احساس کردم صحبت کردن در مورد هر مسئله‌ای برام ساده است غیر از خودم و امیدوارم مطالبی رو که بازگو می‌کنم ارزش شنیدن داشته باشه برای شما. در تهران به دنیا اومدم و در همون شهر زیبا و دوست داشتنی تهران دبیرستان رو به اتمام رسوندم و رشته حقوق رو به دلیل رغبت به رشته قضایی، کمک به مردم و همینطور تحت تاثیر پدر بزرگم که قاضی دادگستری بودن انتخاب کردم و پس از دوره لیسانس مدرک فوق لیسانسم رو در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با احراز رتبه اول به پایان رسوندم و در این دوره بود که مثل سرگشته‌ای که چیزی رو که دنبالش بودم بعد از سالها پیدا کردم، احساس کردم که از پژوهش و نوشتن در زمینه عدالت کیفری و جرم شناسی واقعا لذت میبرم و در ایران در سال 2003 اولین کتابم رو به نام حقوق کیفری مالکیت ادبی هنری نوشتم. این کتاب، علت اینکه این کتاب رو نوشتم این بود که در زمینه حقوق هنرمندان در ایران کار کمی صورت گرفته، پژوهش اندکی صورت گرفته و انترتینمنت لا یا به عبارت مزیف، ترجمه مزیفش حقوق هنرمندان، هنرمندان با حقوق خودشون آشنایی ندارن در ایران و این کتاب مورد توجه قرار گرفت، علامه چاپ دوم رسیده و به عنوان یکی از منابع درسی رشته Intellectual Property دانشکده حقوق دانشگاه تهران Intellectual Property یا مالکیت معنوی معرفی میشه و در این دوره بود که مردد بودم که به کار قضاوت در ایران بپردازم یا برای ادامه تحصیل و گرفتن مدرک دکترا و آمریکا بیام، که پس از واقعا علاقه داشتم، عشق و علاقه زیادی داشتم که در ایران کار بکنم، ولی نهایتا تصمیم گرفتم که برای گرفتن مدرک دکترا به آمریکا بیام و ماهای اول و شاید سال اول غم غربت آزارم میداد، ولی مأمن من کتابخانه دانشکده حقوقم در سان فرانسیسکو بود و تحقیقات حقوقی و نوشتن میزان کمی از این حس رو، میزان تا اندازه این حس رو، غم غربت رو برام کم میکرد و در همین دوران من کتاب‌های مختلفی ترجمه کردم، از جمله کتاب تاریخ عدالت کیفری
که در دو جلد به چاپ رسیده. علت اصلی انتخاب این کتاب برای ترجمه بود که شوربختانه در مورد تاریخ عدالت کیفری در ایران پژوهش کمی انجام شده و درسته که این کتاب در مورد نهادهای حقوقی غرب و به ویژه آمریکا هستش، ولی به نظر من باب پژوهش‌های تطبیقی رو در زمینه‌هایی که بین سیستم عدالت کیفری ایران و آمریکا دغدغه‌های مشابهی وجود داره، مثل افزایش جمعیت زندان، اعدام اطفال، چالش با موازین حقوق بشر رو باز می‌کنه. و به همین دلیل کتاب تاریخ آکسفورد زندان رو ترجمه کردم و در سال 2008 با دفاع از رساله دکترای خودم رو در رشته حقوق و در زمینه کیفرشناسی و نظام‌های عدالت کیفری گرفتم و در این دوران بود که تصمیم گرفتم دامنه پژوهشی خودم رو محدود و به عبارتی متمرکز بر مجازات اعدام بکنم و علت انتخاب مجازات اعدام به عنوان گرایش پژوهشی خودم این بود که همیشه به بازپروری و اصلاح بزهکاران عقیده داشتم و به نظر من مجازات اعدام نمونه بارز مجازات‌های غیر انسانی و ناعادلانه هستش و اصلاح در هر نظام عدالت کیفری باید با لغو اعدام شروع بشه. به همین دلیل شروع کردم و برای STLU نورترن کالیفرنیا در سان فرانسیسکو به عنوان متخصص در زمینه اعدام فعالیت کردم و اولین کتابم رو به زبان انگلیسی به نام Cruel and Unusual Punishments که در مورد اعدام هست نوشتم که در آمریکا به چاپ رسید. ولی از یک سال پیش احساس کردم که تنها پژوهش و فعالیت حقوقی برای رسانیدن من واقعا هدفم کافی نیست و تدریس رو شروع کردم و در حال حاضر در دپارتمان کرمینال جاستیس دانشکده در سان فرانسیسکو تدریس میکنم، دروسی مثل کارکشنز، کرمینال جاستیس، کرمینالوجی و واقعا از درس دادن لذت میبرم. ارتباط با دانشجوها که از اقشار مختلف جامعه هستن واقعا دریچه تازه‌ای رو در زندگی به روی من باز کرده و در نهایت یک ماه پیش متوجه شدم که پروپوزال یا طرح پژوهشی رو که برای دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد نوشتم مورد پذیرش دانشگاه هاروارد قرار گرفته و به من فلوشیپی دادن و از ماه فوریه قرار هستش که به عنوان ریسرچ فلو در این دانشگاه شروع به کار بکنم. در صورت خیلی ممنون از توجهتون و خانم ساناز رستی یکی از هزاران جوان ایرانی است. به سزا میتوان گفت که روح و روان فردوسی از شناسایی همچو فرزندی شاد است. آیا غیر از این است که آگاهی ما را از جهالت نجات خواهد داد؟ آیا اینها و هزاران نظیر اینها، آقای دکتر نجفی که یک وقت در ایران وزیر دادگستری و مدت‌های زیادی در دیوان عالی کشور و دادگستری ایران کار کردند، به سزا خیلی خوشحالم که امروز این دختر جوان ایرانی را با این بار فرهنگی، با این بار تحقیق و احساس زیبای ایرانی داره تحقیق میکنه
که قاتل را نباید بالای دار فرستد. داره کمک میکنه به عدالت جهانی. آیا این نوه کروش نیست؟ پس برای چه باید دلتنگ باشید؟ بگذرد این روزگار تلختر از دهر. به همین زودی من به شما گل میدم، ایران آبادترین با عدالتترین کشور روی زمین خواهد شد، زیرا مادران برپا هستند، زیرا دختران برپا هستند. و مطمئن باشید که فریاد ما، فریاد انسانها هرگز در گلو خفه نخواهد شد. در دنیای دیگر ما کسی را مجازات نخواهیم کرد، هیچ انسان را به خاطر اشتباهش بالای دار نخواهیم فرستاد. پای چوب دارها را گل خواهیم گذاشت، زیرا این زندگی کوتاه ارزش این همه کشت و کشتار نداره. سرود وحدت جهانی را 900 سال پیش حاتم اصفهانی سروده و الان در اروپا انجمنهای بزرگی داشته داده شد. اجازه بدید یک بار دیگر به خاطر همین دختر عزیز و زیبایمون که من امروز دیدم، من رفته بودم شیکاگو خونه دایش میدیدم. پدر بزرگ ایشانم قاضی دادگستری بود، هم از طریق پدر هم از طریق مادر، و شرحانشون رو مختصری به من گفتن. من تلفن رو برداشتم و خواهش کردم، گفت آدم چجوری بیاد راجب خودش حرف بزنه؟ گفتم شما راجب خودتون حرف نمیزنید، شما راجب یک دختر ایرانی صحبت میکنید. پس به یاد ندا، به یاد سهراب‌ها که رفتن و به یاد به احترام ساناس‌ها زنده هم کفی میزنید و به پذیرایی
اگه زبده یا آهنگی هم هست از موتسارت که اگه دوستاش باشید اسمش باید ترکیش مارش و این یا آهنگی که فکر کنم خیلی ملل مختلف خیلی دوست دارم امیدوارم که لذت دارم از اینکه در جنگ دوم جهانی به هر علت و دلیلی انسان‌ها خون هم را ریختند، آقا هیتلر چندین میلیون انسان را سوزند، بیش از 50 میلیون جوان جوانی نکرده به زیر خاک رفتند، دانایان بر خرابه‌های آلمان جمع شدند، سمیناری انداختن، کنفرانسی گذاشتن و گفتن از کجا شروع بکنیم؟ از کارخونه، از راه، از ذوب‌آهن، از دانشگاه. میدونی از کجا شروع کردن؟ از موسیقی. گفتن اول باید کنسرواتوارها را دوباره احیا بکنیم. در این موسیقی هست که انسانها را از حالت حیوانی به مقام انسانی میرسان. موسیقی تنها هنری است که مرز ندارد. موسیقی را انسان‌ها با روح و روانشان می‌شنوند. در آسایشگاه‌های بزرگ دنیا امروز انواع و اقسام موسیقی‌ها را ساختن و از اونها کمک می‌گیرند. شاهدش این آقای حسن فرحیه. پارسال خانم من خیلی سخت مریض بود، بعد در دوره نگاهتش، چون من این خاطره را خونده بودم توی مقاله‌ای که از موسیقی شروع بکنید، ازشون خواهش کردم که بیان و به فائزه خانم فیروزی پیانو یاد بدن و ایشان در بالای چند سالگی که نمیتونم بگم اون وقت شروع کردم به نواختن پیانو و اینقدر روحیش خوب شده که اون روز حتی میخواست به من تهدید کنه اگه این سمینار را ادامه بدی طلاق میگیرم. ببینید تا این حد جلو میرن. بنابراین ما هرچه قدر هنرمند، منتها دیروزم عرض کردم، قدر هنرمند را فقط و فقط با گوش کردن. اینا خیلی آدم های کم توقعی هستن، البته نه همشون ها، بعضی هاشون مثل حسن فرحیه. تنها چیزی که میخوان حرف زدنشون رو گوش بدیم. تا توانی به جهان حاجت محتاجان ده، به دمی یا قدمی یا قلمی یا قدهی درمی. بسیار. من چرا این کار رو باید بکنم؟ من چقدر میتوانم به عنوان فرد در زندگی و سرنوشت 2 میلیارد انسان گرسنه اشتراک داشته باشم؟ ما بعضی وقتا با این بذل و بخشش هایی که میکنیم فقط وجدان خودمون راحت میکنیم. به پرورشگاه میریم، یه خانه سالمندان میری میکنیم. قدرت در دست قدرتمندانه. اونایی که بشکه های نفت عربستان را تا ته سر میکشن، اونایی که الماس های بزرگ دنیا را وارد بازار میکنن. شما میدونید یه خانواده در انگلستان هست که تمام الماس های دنیا در دست اوناست و اونا میدونن که هر سال چند قطعه از اینها را وارد بازار بکنن که قیمت الماس پایین نیاد. و شما میدونید که تمام، متاسفانه بگم، خانم های دنیا به این الماس لعنتی چقدر عشق میبرزند.
و تمام تبلیغات دنیا، امیدوارم جواهر فروشی ها بعدشون بیاد، و ما باید روزی بشه که طلا را و الماس را زیر پا بگذاریم. ما باید انسانیت را ارج بدهیم. شما دیدین تدبحال در دنیا به یک پرستار، به پرستاری که همه ما در بیمارستان به محبتش احتیاج داریم، یک شاخ گل بدن، یه روز پرستار درست کردن، ولی فرشهای قرمز را همیشه زیر پای ستارگانی می اندازن که در زندگی شخصی خودشون هیچ موفقیتی ندارن. سمبل زندگی جوانان ما هالیوود میشه و هالیوودیا که نه زندگی شخص، البته انسانهای والایی از میان اونا برخواسته میرن از افریقا بچه آداپت میکنن و میارن. ما در دنیا به انسانهای احتیاج داریم که سمبل زندگی خودشون باشن. اول کسی که در خانوادهش موفقه، کسی که در جامعهش موفقه، کسی که دنیا را برای همه انسانها دوست داره. من عاشق آنم که بگوید 7 میلیارد خواهر و برادر دارم اما اسمشون رو نمیدونم. من عاشق آنم که بگوید جنگ از زمین برخیزد و هیچ گلوله‌ای سینه ای را نشکافد. من عاشق آنم که بگوید ای کاش تمام این توپ و تیپ و تیاره از بین برود و ما آغوش هیچ مادری را خالی از عشق فرزندش نبینیم. به امید اون روز. با سلام و صبح بخیر خدمت شما خانم ها و آقای. حتما بعضی از شما عزیزانی که در هتل تشریف داشتین صبح خیلی آروم بلند شدین و آماده شدین تشریف آوردین تو این سالن که ما در خدمتتون باشیم. ولی معمولا روزای معمولی اغلبمون با یه صدای ساعت بیدار میشیم و قبل از که بدونیم چه خبره لباس پوشیده و آماده رفتن در یک وسیله آهنی توی یک پارکینگ آهنی به نام فریوی هستیم و واقعا روز میگذره و شب میشه، شب میایم و دو مرتبه روز میشه و بدون که بدونیم که آیا صبح ما یک احساس کردیم، مثلا یه نسیم صبحگاهی رو حس کردیم، یک چیزی به غیر از خودمون رو بهش توجه کردیم یا نه. بعضی از شما عزیزان ممکنه بگین نسیم صبحگاهی که چه حس کنم، شاید طوفان هم باشه، ما با این مسائلی که تو ذهنمون میگذره ما حسش نخواهیم کرد. این دیگه زیادی صحبت کردن. خب حالا سوال شر این باشه که اصلا ما صبح که پا میشیم با این سراسیمگی شروع میکنیم زندگی، دنبال چی میگردیم؟ ارسطو 2300 سال پیش گفت که ما دنبال خوشبختی میگردیم. گفت انسان‌ها در هر کجای دنیا باشن دنبال خوشبختی میگردن. خوشبختی هم یک کلمه‌ایه که به تعداد افرادی که اونو تلفظ میکنه میتونه معنای مختلف داشته باشه. و اومدیم از دنیای روانشناسی، روانشناسای عزیز که روان ما انسان ها رو میشناسن، گفتیم خب به ما بگین خوشبختی رو یه معنی بدیم براش که ما بدونیم کجا واستادیم. گفتن که به این نتیجه رسیدن که خوشبختی اونجایی هستش که ما حس میکنیم وقتی که با یک کاری قاطی باشیم آنچنان که لحظات رو حس نکنیم. و یه خصوصیت دیگه هم این کار باید داشته باشه و اون این که نه تنها به نفع خودمون باشه که به نفع دیگری هم باشه. یعنی ما وقتی به یک کاری در میآمیزیم با تمام وجود و میخوایم این کارو بکنیم که تنها خودمون مورد نظرمون نیستش، اون وقت در مسیر خوشبختی رو حس میکنیم، چه احساس خوبی در ما به وجود میاد. در سال 2002 دانشگاه النور یک تحقیقی رو کرد، گفت ما ببینیم این دانشجوها که مرتب زیر استرس فراوان هستن چه موقع در چه کاری رو انجام میدن این استرس دیگه درشون وجود نداره. و دیدن جالبیش این بود که حتی دانشجوانی که در اون سن کم با پروژه قاطی میشن که این پروژه فقط به نفع خودشون نیست بلکه به نفع دیگری هست و به نفع دیگری با عشق و محبت با دید و در واقع اون کار خوب کردنه، اینا اصلا استرس ندارن، خیلی هم خوشحالن. آقای دکتر دانیل که یکی از افرادی بود که این پروسس رو انجام داد، میگو من به عنوان پروفسور دانشگاه ته دلم میخواست که بدون حس میکردم که دلم میخواد بدونم تحقیق به اینجا برسه که افراد به دلیل تشنگی برای نالش، برای علم و تشنگی برای پیدا کردن جواب سوالها میان و خودشون رو در واقع قاطی میکنن با این تحقیقات. ولی خب خدا را شکر به عنوان یک انسان متوجه شدم اصلا اینطوری نیستش. حتی دانشجوان جوان
وقتی با تمام وجود با کارشون قاطی هستن و لذت میبرن و از اون عصبانیت و دپرشن خبری نیست، که این کار فقط به نفع خودشون نیست بلکه به نفع جامعه‌ای که درش هستن این تحقیق آتکامش میاد بیرون، یا به نفع افراد دیگری هستش. و اینجا اونجاست که گفته روانشناس معروف لهستانی ویکتور فرانکلین واقعا معنا پیدا میکنه، که ایشون میگه خوشبختی و خوشحالی، اون صحبت صبح اینجا آقای فیروزی، آن وقتی معنا، این هدف نیست، این نمیتونه گول باشه، هدف نیست، بلکه در مسیر رسیدن در کاری که ما داریم میکنیم که هدفش بالاتر از خودمون باشه و به جامعه همون بستگی داشته باشه، اون وقت ما لحظه لحظه احساس خوشبختی میکنیم. موقعی که ما یک کار خوب انجام میدیم، یک کار نیک انجام میدیم، یک کار با محبت انجام میدیم که از خودمون فراتر میره. و چرا این احساس رو داریم؟ چون وقتی که ما از خودمون بیایم بیرون و با جامعه درآمیزیم و به نفع جامعه قدم برداریم، چون ما رو میبره در یک مرحله دیگه از بودن، و بودن رو حس میکنیم در یک بهترین مرحله خودش، بهترین انسانی ترین مرحله خودش، موقعی که شما یک کار نیک دارین انجام میدین، یک کار خوب، یک کار با محبت، اون وقت اصلا اون مایند شما، ذهنتون هم عوض میشه. بعد از اینکه اون کار تموم میشه، شما رو یک راه حل بهتری هم برای اون کارتون در واقع میتونید پیدا بکنید. که البته این گفته خیلی گفته قدیمیه برای استادها و شعرهای ما و فیلسوفای ما، که بعضیشون با شعر مطالبی رو بیان کردن. از جمله مولوی خیلی زیبایی جا میگه: بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده کاکنون همانیم. واقعا به این زیبایی بیان میکنه که وقتی ما قدم در مسیر خوشبختی دیگران برمیداریم. حالا این کار معمولا با کارهای یا والنتیریه یا کارهای این چنینی که سمینارهای گذاشته میشه، و خب افرادی هم ممکنه باشن که بگن بابا این حرفا چیه، این کارا کلمه تو این دنیا که زمان پوله، کی میاد وقتشو بذاره برای اینجور کارا و چرا اثر میزن؟ حتما یه چیزی پشت صحنه هست، یه کاسه زیر نیم کاسه هست، یه جایی بالاخره اینا یه کاری میکنن. اینجور طرز تفکر از اونجایی میاد که فرد گاهی وقتا خودش قدم بر نمیداره، و از اونجایی که چون خودش قدم بر نمیداره، نمیخواد بگه تویی هم که قدم بر میداری کارت درسته، میخواد تو رو بکشونه پایین. پس حالا با اینا تو جامعه چیکار بکنیم؟ با این افرادی که نه تنها قدم بر نمیدن، بلکه مرتب مشغول با تازیانه زدن به نام دیگران هستن که این مراسم رو برپا میکنن. اینجا اونجاست که میشه به امید هست، برای اینکه این افراد هم میتونن با انجام دادن این کار خودشون قدم رو بردارن و کامیتمنت هر روز یک قدم خوب برداشتن و انجام بدن، بعد از مدتی دنیاشون عوض میشه و واقعا دیگه اون نصف لیوان خالی رو نمیبینن، که واقعا بعض وقتا کم و کاستی ها رو میبینن. این باز خبر خوبی که دنیای روانشناسی به ما میگه، میگه وقتی یک کاری رو شما تمرین بکنیم، بعد از مدتی تبدیل به عادتتون میشه. بنابراین من تجربه شخصی خودم هم بگم که تقریبا 25 ساله در آمریکا هستم و در سندیوگو در خدمتتون هستم، و 18 سال گذشته در با این بنیاد که این کار انجام میده به صورت بسیار داوطلبانه، از اون ور صحنه همجه که شما نشستین آشنا بودم، و 3 سال گذشته در این ور صحنه باشون همکاری بسیار کوچک و ناچیزی دارم، و واقعا میبینم که اگر عشق نباشه، یعنی این گفته فیلسوفای ما درسته، هیچ چیز دیگری نمیتونست یک همچین مراسمی رو برگزار کنه که به حد تک تک شما یه نفرم بیاین ما اینجا این کار رو انجام میدیم، هزار نفرم بیاین ما این کار رو انجام میدیم، چون بنیانگذار اون آقای فیروزی با تمام و خانمشون با عشق این کار رو انجام میدن. و من خودم بعد از اینکه قاطی این ماجرا شدم، احساس کردم که زندگی معنای دیگری پیدا میکنه، چون باز همون جوری که اغلب ما فکر میکنیم او مای گاد بذار من برسم خونه، هیچ دیگه نمیخوام تلفن کسی رو جواب بدم، هیچ کاری نمیخوام بکنم، خبر بد اینه که وقتی میرسین خونه و دیگه هیچ کاری ندارین، غمگینی سراغتون میاد، چون اونجا خوشبختی وجود نداره. خوشبختی با هم بودن، نیاز انسان ها این هستش. حالا برای اینکه اینو تجربه خیلی دست اول داشته باشیم، میخوام یه تمرینی رو به من انجام بدیم. میخوام خواهش کنم که یه لحظه چشما رو ببندین و همراه یک نفس آرام و عمیق اجازه بدین که تک تک سلولای بدنتون ریلکس و ریلکس و ریلکس تر بشه. کاملا آرومین، فوق‌العاده ریلکسین. نفس آرام و عمیق دیگه بکشین و اجازه بدین زبانتون در دهان ریلکس بشه و عضلات صورت رو ریلکس کنین، کاملا رها، فوق‌العاده آروم.
اجازه بدین هست صدایی که میشنوین به قدر عمق آرامش شما رو دو برابر بکنه. عمیق و عمیق و عمیق‌تر ریلکس میشین و حالا در قلبتون ببینین با این کلمات چگونه رابطه برقرار میکنین. از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مس ها زرین شود. بیادتون بیاد کجا بود که با محبت خودتون تلخی زندگی کسی رو شیرین کردین؟ چه احساسی داشتین برای وقتی این کارو کردین؟ برای کسی قدم برداشتین که فقط به خوشبختی و خوشحالی اون شخص فکر کردین؟ کاملا ریلکس. از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می شود. بیادتون بیارین کجا بود که ناامیدی و بهش امید دادین و قدمی برداشتین برای خوشحال کردن کسی که هیچ منفعتی برای شما نداشت. کاملا ریلکسین، فوق‌العاده آرومی. از محبت خار سوسن می شود، از بی محبت مو آهن می شود. بیادتون بیارین کجا بود که خار کسی، بدبینی کسی، نادوستی کسی شما رو ناراحت کرد و با عشق خودتون بخشیدینش و بهش محبت دادین. احساس کنین این عشق و محبت رو با هر ضربه‌ای که قلبتون میزنه در تمام بدن جریان پیدا میکنه و هر لحظه که میگذره شما رو آرامتر، ریلکستر و سالمتر رها میکنه و از حالا بعد در هر لحظه روز با داشتن لحظات زیبا اون نسیم عشق و محبت رو در تمام وجودتون حس میکنین. هر وقت که آماده بودین چشماتون رو باز کنین و به دنیای پر از عشق و محبت لبخند بزنین. خنده را میبینی و از گریه دل غافلی. خانه ما در درون ابر است و بیرون آفتاب. مهندس فیروزی با اون حسن نیت، با اون دقت، با اون باریک بینی که داشتم گفتند که من در برابر این فاجعه عظیم، این سانحه کمرشکن خوب ایستادم. باید یه مقدمه‌ای من بگم. من نمیدونم آقای مهندس من چقدر وقت دارم. جناب مهندس من چقدر وقت دارم؟ بله. پسر من آدم سازماندهی بود. به خانواده خودش میرسید، به من میرسید، به برادرش که خود برادرش یک سازماندهی بود به او میرسید، به مطبش میرسید، به عضو انجمن دندانپزشکان ایرانی مقیم آمریکا بود، انجمن دیگری به نام یاران و همکلاسان مدرسه هدف رو تشکیل داده بود. به همه اینها میرسید. وقتی که در گذشت همه اینها از کار افتاد و قلب من هم بنا بود از کار بیفته. اما چه شد که قلب من از کار نیستم؟ شما من و همه اشخاص میدونید که هر کسانی در دوروبر خود، گرداگرد خود دوستانی دارن، یارانی دارن. سه چیز باعث شد که من از پا در نیام. یک، مردم، شما و مانندهای شما. به علت کارهایی که من دارم، خانه من دارای چهار تلفنه. یکی دستی خانومه، یکی دستی منه، یک شماره، دو شماره‌ای هم در خانه داریم.
به محض اینکه این خبر به وسیله آقای مهندس شجره، ای کاش آقای مهندس شجره اینجا نبودن تا اگر من چیزی درباره ایشون میگم حمله بر تملق نشه، چون من اصولا اهل تملق نیستم. به محض اینکه این خبر پخش شد از تلویزیون، تمام چهار خط تلفن خانه ما و تمام تلفن های پارس و تمام تلفن های خانه پسرم اشغال شد. نه یک روز، نه دو روز، نه سه روز، 15 روز این تلفن ها خط رو خط بیامد. این مردم قابل ستایشن، قابل تعظیم هستن، قابل کرنش هستن. این ملت، ملت همدردیه. از کانتون چین خبر دادند که برای پسر من خط گذاشتن. بینندگان تلویزیون و دوستانش که در اونجا حالا موج حوادث اونها رو پرت کرده در کشور چین، در ایتالیا خط گذاشتن، در تورنتو خط گذاشتن و اول دیگر. پس یکی از عواملی که من رو سر پا نگه داشت همکاری مردم و از جمله شماست که در درون این مردم هستید و در این دو روز واقعا من رو هم شرمنده و هم سپاسگزار کردید. دومین عاملی که سبب شد من این بار سنگین رو تحمل کنم، که فکر واقعا فکر نمی کردم که تا یک هفته بتونم سرپا بایستم، همکاران من بودن. آقای مهندس شجره، آقای میبودی، آقای بهرام مشیری، آقای سعد، مسعود سعد، آقای پارسا، همکاران دبیرخانه تلویزیون و همکاران فنی تلویزیون و سخن کوتاه، تمام اینها شب و روز شبکه خبری و گسترش مسائل مربوط به این حادثه رو به سراسر جهان فرستادن. آقای مهندس شجره به من زنگ زد، تسلیت گفت و بعد گفت شما هیچ نگرانی از نظر آگهی هایی که دارید نداشته باشید، تلویزیون پارس شبکه و ستاد خبری شماست. تمام تلویزیون ها و تمام رادیوها و تمام روزنامه ها رو ما می پوشونیم، بنابراین شما فقط خبر رو به ما بدید. و کردم این کار. این وظیفه یک مدیر تلویزیون نیست، این خیلی بالاتر از وظیفه، این وظیفه دوستیه. خب این مسئله باعث شد که ما از بسیاری جهات از نظر پخش خبر و از نظر مراسم و آیین‌هایی که باید انجام بدیم سبک‌تر شد. در روز خاکسپاری پسرم آقای مهندس فیروزی اومد، موقعی که می‌بوسیدمش در گوش من یک نکته‌ای رو گفت. گفت اگر اون روزی که این پسرت زاده شد ندایی در گوش تو می‌گفت این در 47 سالگی در خواهد گذشت و به قول معروف ور خواهد پرید، چه میگفتی؟ آیا موافق بودی که اصلا به دنیا بیاد یا قبول میکردی که بیاد بعد از 47 سال بره؟ نتونستم پاسخ شو بدم، نمیدونستم چی بگم. پرسش بسیار جالبی بود، ولی چون ما از آینده خبر نداریم، سرنوشت اون دست آینده است، حالا اسمش رو بذارید خدا، طبیعت، انرژی، هر چی می‌خواد اسمش رو بذارید. سومین عاملی که من رو بر سر پا نگاه داشت چی بود؟ جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی بود. برای که در دومین روز مرگ پسرم یکی دو حزب اللهی زنگ زدن گفتن طول سگت که مرد، دومین طول سگت که میمیره. در برابر یه همچی آدم هایی، در برابر یه همچی گرگ هایی
من نباید زانو خم میکردم، من باید میایستادم، من نباید دشمن شاد میشدم. این است که قلب من همیشه خونه، ولی در برابر دوربین که میشه سخنم رو میگم، حرفم رو میزنم، حتی نکات خنده آور هم شاید گفته بشه، برای اینکه جلوی این گرگ ها رو بگیری، برای اینکه بدونم اگر کسی می ایسته در برابرشون همه چیز خودشون میذاره به قمار، حتی فرزند خودشون. اما مگه فراموش میشه؟ مگه فراموش میشه؟ به کجا باید رفت؟ به کجا باید رفت بعد از این خاطره ها؟ بعد از این خاطره هایی که همه هستی من از آنهاست. من همیشه گفتم خطاب به پسرم میگم من به هر کوچه تو را میپویم، من به هر خانه تو را میجویم، گوش من بانگ نواهای تو را میشنوم، چشم من چهره زیبای تو را میبینم. پس تو بگو به کجا باید رفت؟ به کجا باید رفت بعد از این خاطره ها؟ در هر جا باشم، در سن دیگو، در تهران، در سفرهای دیگر، در تلویزیون، در جلوی دوربین، در همه جا در برابر چشم منه. اما این سامل، شما همکاران و جمهوری اسلامی باعث شد که من سرپا بایستم. در روز دوم مرگ پسرم شاهزاده رضا پهلوی زنگ زد. من اصلا از دیدگاه سیاسی مخالف پدرشون، بارها و بارها و بارها در تلویزیون گفتم و ایشون تصدیق کرد. فردای اون روز شهبانو فرح پهلوی، در روز خاکسپاری پسرم یک مرد پیر مفلوک ریزندامی آمد، من رو بغل کرد، بوسید و یک شاخه گل سفید به من داد. خب دوستان زیادی مهر میکنم، ولی دیدم این گریه میکنه. گفت منو میشناسیم؟ گفتم شرمندم. نه. گفت 25 سال پیش من دربان ساختمانی بودم که روزنامه صبح ایران اونجا چاپ میشد و شما که میمدید به من مهربانی میکردید و امروز وقتی خبر رو شنیدم آمدم به شما تسلیم بگم. به اندازه 40 سال پیر شده بود، به همین دلیل نشناختمش. ببینید، فرهنگی که از شاهزادش تا مرد مفلوک دربانش به هنگام ناراحتی، به هنگام سوگ، به هنگام درد دستشون رو به سوی آدم دراز میکنن، این فرهنگ نموردنی است. این فرهنگ همدردیه، این فرهنگ دست یکدیگر رو گرفتنه. غافل نباشید از خودتون. به هر روی وقت زیادی رو من از شما گرفتم، فقط میگم ما برای ایران زنده ایم، برای ایران میجنگیم، برای ایران نفس میکشید. هر سانتیمتر من در اثر این کتابهایی که نوشتم و برای هر کتابی 40-50 تا کتاب دیگر خوندم، هر سانتیمتر از خاک ما در درازای تاریخ به خون ملت ایران آغشته است. هر سانتیمتر من میبینم از ارس تا چابهار، از سرخس تا آبادان، در همه جا جنگ بوده، در همه جا گمنامان و نامداران تاریخ ما خونشون ریخته شده. من وقتی میبینم که جلال الدین خوارزمشاه هنگامی که در محاصره چنگیز قرار میگیره و چنگیز به علت اینکه اینها عدهشون کم بوده اونها زیاد بوده، فرزند این رو، فرزند 10 سالش رو اسیر میکنن، چون میدونید در اون موقع جنگ ها مغلوبه بعد میشد، اول یه عده این در میستن، یه عده رجز میخواندن برای هم و اون قهرمانانشون میرفتن میجنگیدن. در این فردای آن روز که روز قبلش فرزند جلال الدین اسیر شده بود، چنگیز دستور میده، این بچه 10 ساله، گفت بهش، گفت تو پسر
جلال الدین اصلا جواب نداد به چنگیز. گفت این رو فردا میبریدش در میدان، میکشیدش، قلبش رو میدازید جلو سگ من. برای اینکه اینا اینان که اگه بزرگشن شماها رو میکشن از خاکشون بیرون میکنن، اینا رو نباید بذاریم زنده بمونن. وقتی فردا این کار رو میکنن، شب جلال الدین خوارزمشاه یکایی که بچه های کوچکش رو 2 ساله و 7 ساله و 10 ساله دیگرش رو میبوسه و میندازه در رودخانه سند و به رود میگه هرچند تو اینها رو میکشی ولی از چنگیز بهربان تری. از بچهش میگذره، از همسرش میگذره، از ایران نمیگذره. به رودخانه سند میپره، میره در هندوستان، بعد از 6 ماه با سپاه برمیگرده. ما فرزندان یه همچه آدم هایی هستیم. ما باید به خودمون ببالیم، به خودمون بقبولانیم که ما فنا ناپذیریم. بر روی من شمایم، من شمایم و من شمایم. ما یعنی من و پسرم. این شعر آقای مهدی اخوان ثالث واقعا زبان حال منه. ما چون دو دریچه رو به روی هم، دلشاد ز بحث و گفتگوی من. او هم مشاور من بود، هم پشتیبان من بود، هم پسر من بود، هم دوست من بود. ما چون دو دریچه روبروی هم، دلشاد ز بحث و گفتگوی هم. هر روز سلام و شادی و خنده، هر روز قرار روز آینده. اکنون یکی از دریچه ها بسته است، اکنون دل و جان و جسم من خسته است. نفرین به عجب که هر چه کرد او کرد. سپاسگزارم. خیلی سپاسگزار هستم، خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم. فرصت گرانبهایی بود که در این چند روزی که در کالیفرنیا هستم بتونم اینجا چند دقیقه رو باشم و بسیار استفاده کنم. اگر در معرفی خودم بخوام بگم، بدون کوچکترین تردیدی 1/100 آقای هومر ابراهیمیان هم نخواهم گفت. چون واقعیت قضیه اینه که چیز تازه و جدیدی نیست که بگم. من به هر حال کار تخصصی جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی دارم. در 18 سال گذشته در انجمن پژوهشگران ایران که در فرانسه و انگلستان تأسیس شد و در حال حاضر در سوئیس و آلمان و امریکا هم هست فعالیت میکنم. مسائلی که باعث شد که ما انجمن پژوهشگران ایران رو برپا کنیم، تنها دلنگرانی ها در رابطه با امروز و فردای ایران بوده. کما اینکه از سال 1992 تا سال 2000 تمام کنفرانس هایی که در انجمن پژوهشگران ایران انجام شده، ایران در آستانه سال 2000 بوده و از سال 2000 به این طرف امروز و فردای ایران نام گرفته. کار زیادی نکردیم، کار در حد توان کردیم. 47 کنفرانس در کشورهای مختلف دنیا انجام شده، متجاوز از 800 نفر سخنران توی اینها بودند، 12 جلد کتابش چاپ شده و تمام اینها
از یک روز تا سه روز فیلم برداری که امیدوارم بتونه باقی بمونه تا روزی به آرشیو منتقل بشه. دلنگرانی ها به همین شکلی که ملاحظه کردید دوستان در رابطه با این کتاب گفتند، تحت عنوان دلشوره ها تمامی این 18 سال رو در بر گرفته، چرا که بحث اگر در دیروز بخواد بشه که بسیار با ارزشه، تمامش رو مورخین و تاریخ نویسان انجام خواهند داد. مسئله امروزه، مسئله فرداست. دلنگرانی ها امروز جامعه ایرانه، امروزیه که این جامعه از هر 10 نفر 8 نفرش زیر 40 ساله و آینده ای رو برای خودش نمیبینه. افسردگی و ناامیدی گریبانش رو گرفته. آسیب های اجتماعی، همه جور مسائل مختلف درگیر جامعه ماست. مسئله فردا برای ما مطرحه. فردا چی کار کنیم؟ اینا دلشوره هامونه، دلشوره های امروزه. هم دکتر زینی هم دکتر علی نیری اشاره کردن به مسئله دانشگاه ها. دقیقا دقایقی قبل از اینکه من به اینجا برسم، رادیو فردا در همین زمینه با من مصاحبه میکرد که از 500 دانشگاه بزرگ دنیا فقط یک دانشگاه از ایران هست. اینها دلشوره است، اینها نگرانی است. نگرانی از این که 3,200,000 نفر دانشجوی روزانه داریم و اینها میتونن دیپلم های لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بگیرن ولی الزاماً نمیتونن در سطح دنیا جایگاه مشخصی رو داشته باشن. من زمانی که برای تحصیل کردنم آمدم به فرانسه، اون زمان دقیقاً تمام دکترای عمومی که از دانشگاه تهران فارغ التحصیل میشدن میتونستن بدون کنکور به دوره های تخصصی وارد بشن. امروز دکترای فارغ التحصیل دانشگاه های ایران حتی بدون کنکور نمیتونن به سال اول دانشکده پزشکی برن و به همین معناست که به مدت 30 سال گذشته 2 بار یونسکو سطح تحصیلات ایران رو پایین آورده. من میدونم شماها همتون نگران زندانها، نگران نداها، سهرابها، کشتارها، خشونتها، زندانیان بدون نام، اعدام شده های بدون نام هستید. من هم هستم. ولی نگرانی بزرگتری هم هست. تردید نکنیم که جمهوری اسلامی قادر به ادامه نیست و این سرعت بسیار بسیار زیادی داره. ولی چی کار کنیم؟ چه باید کرد مطرحه؟ چه باید کرد در قالب یک مسئله مشخص؟ ملاحظه بکنید 30 سال تجربه ما در داخل و خارج، ایرانی داخل و خارج نداره. اگر به جامعه شناسی مهاجرت برگردیم، ما جزء نادر قوم مهاجری هستیم که بعد از 3 دهه همچنان با این علاقمندی به دنبال مسائل کشورمونیم. این مسئله بسیار بسیار حساس و مهمه. ولی 3 دهه است بسیاری با تفکرات متفاوت تلاش کردند، از راست راست تا چپ چپ همه تلاش کردند. با احترام بر همه این تلاش ها، امروز جمهوری اسلامی در اونجا در حاکمیت، ما در اپوزیسیون قرار دادیم. با احترام به همه تلاش ها، ولی این تلاش هایی که انجام شده و نتیجه فعلا نداده،
چون من مطمئن هستم که نتیجه دار خواهد بود، باید یک تجربه ای ازش آموخت. اون تجربه چیه؟ اون تجربه اینه که ما قادر باشیم ببینیم مشکلاتمون کجاست. ما اصولا همیشه به دلیل هیجان زدگی عاشق و فارغ هستیم، یا عاشقیم که دیگه نمیتونیم خودمون رو کنترل بکنیم، یا فارغیم که تنفر تمام وجودمون رو میگیره. این بحثی که بحث خرده من دارم مطرحش میکنم، اگر امکان انجامش به وجود بیاد، در یک کتابی تحت عنوان پارلمان فکری. چرا پارلمان فکری؟ بحث اول من در اینجا اینه که ما 30 سال خارج از کشوریم. اگر تو این 30 سال فقط 10 دقیقه وقت می داشتیم، فقط 10 دقیقه به این پارلمان های کشورهای مختلف نگاه می کردیم. می دونید ما هممون در جاهای خیلی خوب هستیم. ما ایرانی ها درسته که الان امروز به تانزانیا هم رفتیم، ولی اکثریت قریب به اتفاقمون تو کشورهای پیشرفته دنیا زندگی میکنیم. این کشورهای پیشرفته دنیا همشون صاحب پارلمانن. توی تمام این پارلمانهای کشورهای پیشرفته دنیا آدمهایی که نشستن اونجا همه با هم موافق نیستند، با هم اختلاف عقیده دارند. ما اگر یاد بگیریم که بتوانیم نمانند آقای خمینی که ما به این روز افتادیم که همه با هم مطرح بود، بتوانیم با اختلاف عقیده که قدرت بزرگ آینده کشوره بر محور منافع ملیمون دور هم دیگه بنشینیم، همون کاری که تمامی این کشورهای پیشرفته و دموکراتیک امروز ازش گذر کردن، همه از این مرحله گذر کردن. تمام این تاریخ تحولات 100 ساله گذشته رو فقط، نه تاریخ 700 ساله دموکراسی در دنیا، تاریخ 100 ساله گذشته رو اگر ببینین، تو این تحولات میبینیم که 50 نفر تو هر کشوری پیدا شدند. قبل از اینی که به فکر مرسدس بنز و کاخ و نمیدونم مقام ریاست جمهوری و پادشاهی و نخست وزیری باشن، برای منافع ملیشون قدم برداشتن. مشکل ما اینه که ما فقط یه دونه پست داریم که اسمش پادشاه یا رئیس جمهور یا نخست وزیره. مشکل ما فقط اینجاست. ما یادمون میره که این تحولی که در دنیا انجام شده و این کشورها رو پیشرفته کرده، این تحول همون بحثی است که 5 نفر، 10 نفر یا 50 نفر با همدیگه حرکت رو وجود آوردن و همه قبول کردند که اگر 5 نفرن نفر پنجم باشن. دلیل نفر پنجم بودن بسیار مهم و مشخصه. من میتونم با 5 نفر دیگه یک فکر رو مطرح بکنم، ولی نفر پنجم باشم. من باید یاد بگیرم نفر پنجم بودن بهتر از نفر هیچم بودنه. ما نفر هیچمی. یاد بگیریم این رو. ما یاد بگیریم که میتونیم دور هم بنشینیم، رئیس جمهور و پادشاه هم نشیم، ولی میتونیم که با منطق، با حس مسئولیت و وظیفه این حرکت رو تو جامعهمون ایجاد بکنیم که با اون حرکت قادر باشیم این مملکتمون رو نجات بدیم. واقعیت رو فراموش نکنیم. واقعیت همینی هست که وجود دارن. واقعیت همین مبارزه‌ایه که در داخل و خارج از ایران هست. امروز یادمون باشه اگر ما بتوانیم موقعیتی که امروز جمهوری اسلامی برامون به وجود آورده در تمامیت، کلیت و موجودیتش، بحث نمیدونم این آخون بهتر از اون آخونده، اون یکی نمیدونم نرمتره، اون یکی خنده روتره رو کنار بگذاریم، این مجموعه رو اگر بدونیم که برای ما بی‌هویتی و حقارته، میتونیم که بتونیم اون 50 نفر رو
آماده سازی بکنیم و با هم بشینیم فکر آینده ایران بکنیم. در آخرین قسمت عزیزم در یک دقیقه این رو خدمتتون فقط مطرح بکنم. درسته که همه ما فکر میکنیم که امروز جمهوری اسلامی بیفته همه چی حل میشه. جمهوری اسلامی میفته، ببینید من با چه قدرتی دارم این رو خدمتتون میگم، و به سرعت میفته، ولی وضع ما بهتر از سال 57 نخواهد شد. سال 57 موقعی که شاه ایران رو ترک کرد و خمینی آمد، ارگانهای مملکت وجود داشت. ارتش 500 هزار نفری فرماندهش عوض شد، وزارت دارایی وزیرش عوض شد، وزارت بهداری و نمیدونم شرکت نفت وزرا و مسئولینش عوض شدن. همه هم خواستار آمدن خمینی بودند. به همه افرادی که در ارتش و وزارتخونه ها بودند هیچ گونه اعتراضی نداشتند. امروز به جای ارتش 500 هزار نفری 2,300,000 نفر هست. اختلاف عقیده هست. در همین پاسدارایی که امکان کودتاشون بسیار زیاده، به هیچ شکل ممکن یک پارچگی وجود نداره. ما امروز وزارت دارایی نداریم. دکتر نیری از سازمان برنامه سخن گفت. سازمان برنامه نداریم. به جاش ده ها مرکز مالی تصمیم گیری برای همه جور مسائلی که توی مملکت وجود داره و من واردش نمیشم دیگه الان به وجود آمده. به جای یک شرکت نفت 92 شرکت نفت امروز در ایران هست که هر کدوم یک سری قرارداد دارن. امروز که الان من دارم خدمتتون این عرایزمو میکنم، به نظرم جمهوری اسلامی حداقل یک سال و نیمه که سقوط کرده. موسی و اساسش، اساس که هنوز نیفتاده. اون چیزی که موسی و عصا رو میندازه، اون به وجود آمدن یک فکره. اون فکری که ما قادر باشیم با اختلاف عقیده، من جمهوری میخوام، اون پادشاهی میخواد، اون یکی چپه یکی دیگه راسته، یاد بگیریم که هیچ کدوم دشمن مملکتمون نیستیم. یاد بگیریم که اگر تو اون 5 نفر یا 50 نفر نشستیم، تقلب برای هم دیگه نکنیم. چرا؟ در تقلب جمهوری اسلامی دست بالاتری داره. ما اگر این کار را نکنیم، میتونیم دور هم دیگه بنشینیم. تنها راه نجات ایران برای در همین زمینه است. یادمون باشه خطرات ایران رو داره تهدید میکنه. امروز ایران یوگسلاوی نیست که 3 قسمت بشه. ایران میتونه 12 قسمت بشه. یادمون باشه، این رو من به عنوان هشدار دارم میگم، ممکنه که یه عده‌ای رو اذیت بکنه بعد از حرفای بسیار زیبایی که آقای آبرامیان زدن. از آقای مهندس فیروزی، خانمشون، تمام هیئت امنا و تمام کسانی که زحمت کشیدن سپاسگزارم. آرزو میکنم که این جلسات همچنان ادامه پیدا بکنه و بتونه که هوشیاری جامعه ایران رو بالا ببره و افسردگی و ناامیدی جامعه ایران رو به امید تبدیل بکنه. سپاسگزارم.